دوستان عزیز همه جور و صحت و سلامت باشین. ما محمد حیدری بادم به یکی از گزارش های بازسازی خوش آمدید میگیم. امید است که هر کجای باشین صحت مند باشین. دوستای عزیز دوستای ما کامنت کرده بود که شما برین بعد چارهای دانباغ دوباره گزارش تهیه کنین به خاطر کار تکمیلی. فعلا فضل خدا میبینین کار چارهای دانباغ 100% تکمیل شده و همه کار از طرف شهرواری کابل ساخته شده و کسایی که طراحی و جور کرده انجینرهای افغانی خود ماست. میبینین دوستا تصاویر شما در جریان گپ زدن ما میبینین که فضل خدا فوق‌العاده جور شده. ما در گذشته میمدیم همین چارهایی با مشکلات زیاد مواجه بود، خراب بود، نمایش خوب نبود. آل فضل خدا شهروار صاحب بلوچ صاحب کارهای بسیار ارزنده را کرده به خاطر زیباسازی چارهایی ها. یک چارهایی دیگه هم طرف کارتی مامورین چارهایی گلوار سنتر است که کارو تکمیل نشده. انشاءالله در برنامه های بعدی که کارهای تکمیل شده باشه ما میریم دوباره دیگه برنامه تهیه میکنیم. دوستای عزیز ما میریم نظریات انجینر صاحب و باشنده های همین منطقه و کسایی که در همین منطقه عبور میکنن میگیریم. شما بیننده ما باشین. دوستای عزیز در کانال ما رئیس کلتوری شهرواری کابل است. سلام بر سر شما. و علیکم السلام و رحمت الله. بخیر هستین؟ سلامت باشین. میشه در نخست خودم معرفی کنم نامتون چیه؟ نام من قاری ولی گل جواد، رئیس امور کلتوری شهرواری کابل است. در مورد بگین که رئیس صاحب کجا را شما چارایا را دیزاین کردین، جور کردین؟ ما خو الحمدلله مدت 8 ماه میشه که آغاز به زیبایی های چارایا شهر کابل کردیم و در این راستا یک دستاورد بسیار بزرگ الحمدلله که داریم و شما و تمامی هم شهری های عزیز کابل شاهد عینی از این خدمات است. انشالله شهروالی کابل در پهلوی دیگر خدمات متوجه بسیار به زیباسازی شهر هم است که ما شروع از چارایی کمپنی کردیم که مسجد الاقصی را ساختیم. در اونجا چارایی دهن باغ است که شما عیناً میبینین شاهدش هستین. چارایی سپایی گمنام انشالله که بعد از جمعه افتتاح میشه. چارایی سر زیرزمینی، چارایی ملک ازغر، چارایی 500 فامیلی و به خاطر آمدن برفباری و زمستان ما کار خود متوقف کردیم. همین چارایی های ما به اتمام میرسه و انشالله به زودی افتتاح میشه که هم شهری های عزیز کابل از دیدنش خرسند و لذت ببره. بعدا در طول زمستان، 3 ماه زمستان، پلان متباقی چارایی های شهر کابل زیر کار داریم که برنامه هر یکیش زیر کار است. انشالله برنامه آماده میشه. اگر زنده بودیم در حمل دوباره کار ما عملی آغاز میشه و تمام چارایی هایی که نیاز به زیبایی شهر داره انشالله ما آماده هستیم که او را بسیار به شکل مقبول زیبا بسازیم. رئیس صاحب هزینه که چارایی هایی که ساخته میشن هزینه از طرف شهروالی کابل است؟ دو قسم پروژه ما داریم در مورد زیباسازی. ما یک چانس و یک خدمت بسیار بزرگ بخش سکتور خصوصی هم آماده کردیم. از سکتور خصوصی هم استفاده میکنیم چون حق دارن همی سکتور خصوصی که در زیبایی شهر شهروالی کابل خود را همراهی بکنه. بعضی مواردی هست، بعضی چارایی های هست که از بودجه شهروالی تمویل میشه و بعضی چارایی ها از طریق سکتور خصوصی. ما یک تفاهم نامه قدشان امضا میکنیم، مطابق تفاهم نامه پیش میریم. پلانش، طرحش همش از طرف ریاست امور کلتوری شهروالی کابل داده میشه. طرحی عمومی که چارایی ها را ساخته میشه افغانی های خود ماست. الحمدلله که تمام ایخ و مختره از ای بیخی افغان است. یک بچه افغان شما قبلا همراهشان مصاحبه کردین. انجینرهای خود افغانی ما کار میکنه الحمدلله و استعدادشان قابل قدر است. فقط زمینه سازی بختشان نمیشد که به اینا زمینه سازی شو. افغان ها انشالله که از همه دنیا کده بیشتر نقش مهم در زیبایی شهر خود داشته میبود. رئیس صاحب در مورد بگن در ولایت ها کارا جریان داره؟ بله الحمدلله در ولایت ها هم شما در رسانه های مجازی مشاهده میکنین. در تمام ولایت الحمدلله که کار روان است. زیباسازی روان است، سرکا جور میشه، سرک قندار و هرات زیر کار است. در طرف جلال آباد کار روان است از طرف وزارت محترم فواید عامه. به خصوص شهروالی کابل الحمدلله که در خط نخست قرار داره و در همه عرصه ها دستاوردهای بسیار بزرگ داره. رئیس صاحب در مورد موادهایی که استفاده میشه در چارایی ها، تمام ساخت افغانستان است از خود ماست؟ بله بعضی چیزهایی است که از بیرون میاد، مثلا بخش لایتینگ تا بادر ما شما
به او اندازه مواد را عرضه کرده نمیتونیم که دیگر دنیا دارم. اما مطمئن هستم انشالله که آهسته آهسته پالیسی امارات همی است که همه چیز ما افغانی باشد، توسط افغان ها استفاده شود در شهر. پیام خودت رئیس با شهروندان چی است؟ پیام ما به شهروندان عزیز کابل این است که ما زیباسازی و نوآوری را به شهر کابل میاریم، اما در حفظ و نگهداشتش توجه و همکاری همشهری های عزیز کابل می خواهیم که اونا قطع ما همکار شود تا از زیبایی های خود همین مصارف گزافی که صورت می گیره به خاطر زیبایی شهر کابل، اینا نقش مهم در نگهداشتش داره و تقاضای جدی ما از همشهری های عزیز کابل همی است که در حفظ و نگهداشت زیبایی های شهر کابل، تنظیف و سرسبزی شاروالی کابل را همکاری کنند. سلامت باشین. تشکر از شما. دوستای عزیز، یک چیزی که در ذهن ما خطور کرده بود انجینر صاحب با ما گفت، اما انجینر صاحب چرا نقشه افغانستان کلان است ایران خرد شده؟ خب در ذهن اگر نقشه را شما تماشا کنین، نقشه یک ایران خرد نشده، پاکستان خرد نشده، هیچ امی چهار دو بر کس اینا هیچ کدامشان خرد نشده، فقط ما نقشه خود را زوم کردیم که نقشه خود ما بسیار کوچک است به حساب در نقشه، و نقشه خود ما زوم کردیم دیگه، هیچ نقشه را ما کوچک نکردیم، چون شکل نقشه ما تغییر نکرده، شکل نقشه ما هم شکل خود است. اگر ما نقشه خود کلان میکردیم و خدای نخواست نقشه کشورهای همسایه را خرد میکردیم، پس مگر نقشه ما تغییر میکرد؟ نقشه با مو شکل است و ایره ما فقط زوم کردیم، دیگه مشکل ان شاء الله نیست. ایره کی سفیر ایران گفته که چرا رقم کردیم؟ فکر کنم امیت گفته شده بود که شما چرا کشور ما را چیز کردیم. خب ما حق داریم، ما کشور خود زوم میکنیم، ما اصلا کلا کره را به تشار خود ما همی نقشه افغانستان رو جور میکنیم، ما حق داریم، حق خصوصی خود ماست که ما کشور خود به نمایش به خود خود میتیم، ایره که ما در وسط سمندر جور نکردیم، یره که ما دیگه ججور نکردیم که مردم مگه ما را به زیر چیز آوردیم، ما را در چاره خود جور کردیم و ما به خاطر تشویق مردم ما شما زیاد درد رند جنگ خونریزی کل غما را تیر کرده، دیگه ما میگیم چه باعث شوه که حداقل کشور خود ببینه کم که خوش شوه که یک افغانستان در دنیا وجود داره، مایوس نشوه کمی چون کسایی که دوستای عزیز ما نگفته نمونیم که هیچ کشور دنیا در افغانستان حق مداخله را نداره، و ایران چه کشوری است که در خاک دل ما که نقشه ما را کلان کردیم، دل ما که واسه کره را نقشه را زدیم، این خاص خود ماست به نظر خودم، و هیچ کشور ها مداخله حقی را نداره. در مورد بگین که دیگه کل کارا یا ترتیب است، دیگه خلاص است انشالله ترتیب است. بله ولی منظور ما است که همسایه ها، همسایه میگه صد قوم خیش یک همسایه پیش، همسایه رو ما احترام داریم، برای ما قدردان هستن، همکاری کردن هر کاری که شده. خب ما این حق خود داریم، ما نقشه خود زوم میتونیم کرده هر اندازه که ما گفتم، ما میتونیم زوم کرده، چون این مگر به خاطر همشهری و همی کسایی که مظلوم هستن، ظلم دیدن، درد دیدن، رنج دیدن، جنگ دیدن، چاپه دیدن، برای اونا یک شی شوه که این حاله ما تنی ما یکم رو به پیشرفت است، رو به آبادی است، بزرگ از خدا دیگه مگر هم اگه خوش شد به خاطر که کشور ما به نظر ما کشورهای همسایه یه حق هم نداره انجینر صاحب خان، به خاطر که همسایه از گفته شما باید احترام شما و شما داریم، اما در حریم خصوصی ما کار نداره که ما نقشه که دل ما که نقشه را کم جور میکنیم زیاد جور میکنیم دل خود ما، و در مورد کسایی که از موتر یا کسایی که دیجه عبورو کسی که میگذره نقشه خوبتر معلوم میشه بود. خب منظور ما میست، ما میره به این خاطر کردیم که نمایش کشور خود بیشتر کنیم و در چوکات سیاست ما نمیتونیم دست بذاریم، اونا بهتر میفهمون از ما که بسیار علم دارن در این پخش، و ما مو نظری مو حق خود که ما میفهمیم، هر کس حق خود میفهم، هر کس هم حد خود میشناسه، این که بگه نمیشناسه اما این معلوم است که میشناسه، ما مو حق حدود خود که میشناسیم، امیر میفهمیم که ما میتونیم نقشه خود با خود کلان جور کنیم، خود جور کنیم، دیگه فکر کنم حق داره. خیر از پشت گپانو میگردیم، مال وطن ما سر رقم بکنیم. در مورد بگن که انجینر صاحب انشاءالله که خلاص است، و پیام خود در اخیر چی است به هموطنان ما؟ به نظرم که این خلاص شد و میره وطنم چطور؟ خب وطن کمی خود وطن ماست، فرق قندار گفتم قندار ایراد فعلا که ایراد میریم. بله یاد اگه بخیر رو به خلاصیست، بخیر مفتتایش هم بخیر شد،
امید داری که هموطنان خوش شده باشن از این کار ما، زحمت ما بیار زیده باشه که اینا مورد پسند از اینا قرار گرفته باشه. پیام خودت به هموطنان ما چی است؟ به هموطنان پیام است که دست به دست بدیم، توانایی که داریم به کشور خود استفاده کنیم. ان شاء الله رحمان بهتون تاییدی میتونم که باز مردمی که میره به امریکا و به کانادا و به پاریس و به جای که سلفی میگیره که جای لوکس، ما در کشور خود جور کنیم که میای گرفتن پس بیان که میگه ما در کشور خود سلفی میگیریم. اگر دست به دست بدیم ان شاء الله کشور خود میتونیم امیت جور کنیم. بخیر باشین. بخیر باشین. در اخیر ما انجینر صاحب در آغوش میگیریم، چون انجینر صاحب افتخار ماست. تری ببینیم. افتخار ماست.